آنچه که خامنه ای اقتدار می داند و می در حقیقت در ذات خود چیزی جز ضد اقتدار نیست و این پارادوکس همان چیزی است که جام شیشه ای حیات ننگین رژیم را بر زمین خواهد کوبید معمولا نظام های مستبد و جنایتکار حتی اگر یک جو عقل داشته باشند سعی میکنند جنایت و به ویژه نمادهای رسوا کننده آن را خود از جلوی صحنه دور کرده و مشمول مرور زمان نمایند تا لاغل به سهم خود از طریق حافظه تاریخی جامعه به خصوص نست جدید و نهادهای ناظر حقوق بشر را فعال نکنند و این در حالی است که رئیسی خود به مسابقه یک پرونده زنده از جنایت رژیم محسوب می شود که اکنون صحنه سیاست رژیم ایران شده است با این همه رفتار رژیم جمهوری اسلامی برخلاف اقلانیت و قواعد بدیهی اصحاب قدرت است در حقیقت بحران و ناتوانی از باز تولید اقتدار خود حتی در زمینه تولید کادرهای لازم و وفادار به خود قابل اطمینان و امتحان پس داده به ویژه با تجربه منفی که در مورد برکشیدن احمدی نژاد داشتند چنان است که رژیم دستخوش بیاعتمادی و نگران از هر ریسمان سفید و سیاه و هر کسی که متصدی قدرت اجرایی می شود ناگزیر شده است که این قواعد بدیهی به اصطلاح حکمرانی را نقض کند و کسی را به عنوان رئیس جمهور برکشد که اگر هیچ خاصیتی در گشودن گرهی از گرههای های بحران های انباشته شده نداشته باشد اما به قدر وفور این قابلیت و خاصیت را دارد که به عنوان نمادی از جنایت علیه بشریت با استانداردهای های بین المللی با دوختن جنایت های گذشته و حال به یکدیگر حافظه تاریخی جامعه و به خصوص نسل های جدید را همراه با حساسیت نهادهای حقوق بشر جهانی یک جا به روی صحنه آورد. در حقیقت او برخلاف تصور خام خیالانه رژیم و شخص علی خامنه ای نه نقطه قوت که چشم اسفندیار رژیم است و این نظام است که با یک سان کارآمدی در کشدار و سیاست به خود شلیک کرده است. بحران عمومی باستولید قدرت مهمترین ویژگی بحرانی است که کل پارادایم اسلام سیاسی را از جمله با قرائت ولایت مدارانه به مرز گندیدگی کامل کنونی کشانده و در تمامی تلاش های رژیم رد پای این بحران افول و ناتوانی در باستالید آن اهم از گفتمان و ارزش های اجتماعی و فرهنگی اقتصاد سیاسی در تمامی معلفه های کلانش و در عرصه دیپلماسی جهانی مشهود است. در همین رابطه تلاشهای های سیستم برای تولید اقتدار از جمله در برکشیدن رئیسی با ازم تصرف قوه مجریه و همه قوا یک جا به دست یک باند و زیر سلطه مستقیم هسته مرکزی قدرت و نیز هموار ساختن مسیر دوره پساخامنه ای بدون خودزنی و تقسیم اندام خود بر دو ممکن نبوده و نیست. این خودخارگی مستقی بارز از همان بحران باز تولید اقتدار همچون خصلت نمای عمومی بحران در رژیم است که مانند خوری به جان رژیم افتاده و گزینه فرار از فروپاشی و مرگ را به گونه دیگر به گزینه استقبال از آن تبدیل کرده است پرتاب خود از مداری به مداری تنگتر و خفه کننده تر خود نوعی فروپاشی به دست خیش است این تقدیری است که با تحولات جامعه و جنبش های اعتراضی و با بست دامنی کنشگری در خارج از بساط و چارچوب نظام گریزی از آن نیست آنچه که خامنی اقتدار میداند و میخواند در حقیقت در ذات خود چیز جز ضد اقتدار نیست و این پارادوکس همان چیزی است که جام شیشه ی حیات ننگین رژیم را بر زمین خواهد کوبید آیا این لغمه بزرگ در گلوی رژیم گیر خواهد کرد ارقام آرا را چنان بالا و پایین کردند که با شمارش ده درصد باقیمانده آرا رقم به اصطلاح شرکت کنندگان را حول هوش 50 درصد برسانند و به خیال خودشان انگ رئیس جمهور اقلیت بودن اصولگرایان و زوب شدگان ولایت را از پیشانی نظام پاک کنند بزرگترین بازنده و رسوای این نمایش قاطبه ای اصلاح طلبان بودند که نشان دادند بود و نبودشان برای مردم بسروی است و خدمات خالصانهشان به نظام و داغ کردن تنور انتخابات در بزنگای حساس از یادها نخواهد رفت آنها چگونه می در شرایطی که خامنه ای رأی دادن را واجب عینی خوانده و حتی رأی سفید را حرام اعلام کرده با نشستن در خانه که تقریبا بهترین کنشگری آنها میتوانست باشد فعل حرام مرتکب شوند و با انگ آن بخواهند سیاست ورزی کنند تقریبا همتی بدون حمایت آنها نیز حول همین دو میلیون رأی را میآورد آنان در واقع با این کارشان دست به یک خودکشی سیاسی فراموش نشدنی زدند بدرقه پرشکوه اصلاح به دست خودشان به گورستان تاریخ به راستی تماشایی و بیان و شکستگی بازیگران نیست که دورانشان تمام شده و خود حاضر به پذیرشان نیستند پرسش مهم این است که آیا نظام این بار برخلاف دوره برکشیدن احمدی نژاد قادر خواهد بود لغمه قبلا در گلو گیر کرده تحت عنوان دولت اسلامی را قورت بدهد یا در گلیش گیر خواهد کرد اکنون خود هسته مرکزی قدرت رهسن وارد میدان شده و سیل مستقیم مردم و جنبش هاست که باید با بحران های هم باشه شده و تو در تو دست و پنجه نرم کند و با حزب هاشیه های منور مستقیما با پاسخگویشان باشد گرچه رژیم در چنان وضعیت پیسی قرار گرفته که رئیسی شاه مهره عبور از بحران انتقال به دوره پساخامنه محصوب محسوب می که امتیاز اصلیش خلوص و ذوب شدگیاش به نظام و رهبری است نزد هسته مرکزی قدرت گذار از بحران و ورود به دوره پساخامنهای الواقع از تصرف سنگر قوه مجریه و انحصار همه قوا به دست یک باند فراده است در ساختار قدرت میگذارد اما محتملا در این خیز و تهاجم شکننده و حبابین و دوپینگ شده چه بسا هم رئیسی به عنوان رئیس جمهور بسوزد و هم به عنوان یکی از عناصر محدود داشتن شانس رهبری زمنان که چنین گذاری از یک سو با خودخارگی و خودزنی و خونریزی همراه بوده و از سوی دیگر با حجیم شدن و در هم تنیدگی بحران هایی که چهل سال حل نشده باقی موندند و با ابعاد جدیدی سر بلند کردند حالا این جامعه زخم خورده و شدیداً زیر فشار سنگین ایران است و کنشگران و ما همگی که باید با دریافت دقیق اوضاع و شرایط نوین و نفس تازه کردن در فضای قوت بندی های جدید جامعه و آرایش های آن از یک سو و تأسیس دوره دوم ولایت فقیه که خود گام دوم پیروزی میدان بر سیاست و تأسیس یک دولت مقتدر و کارآمد و جهادی با نیم نگاهی به مدل چین و صدای یک جهش اقتصادی مینامند و چالش های نفسگیر پیشا روی آن مشعل مبارزه را شعله ورتر سازیم. یادگار امام در پیامی پیروزی حجت الاسلام المسلمین سید ابراهیم رئیسی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را تبریک گفت به گزارش جماران متن پیام حسن خمینی بدین شهر است بسم تعالی برادر گرامی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای سیر ابراهیم رئیسی دامت توفیقاته به دست آوردن اعتماد بخش بزرگی از مردم و کس به عنوان ریاست جمهوری اسلامی ایران را به جناب تبریک میگویم بیتردید ایستادن در مسند خدمتگذاری به مردم شریف و نظام اسلامی مسئولیت سنگینی است که تنها با لطف خدا و بیشتر و استعانت از فکر و توان همگانی به بهترین نفت تحقق خواهد پذیرفت امیدوارم در این کسبت جدید شاهد موفقیت شما و ارتقاء سطح زندگی عمومی در همه حوزه ها باشیم با احترام حسن خمینی دوستان شنونده به پایان این بخش خبری رسیدیم تا بخش بعدی خدا نگهدار